تمدن‌های روزگاران پیش از نوح، نوشته توماس اندرو، ترجمه اسماعیل قهرمانی پور، فصل دوم، ابداعات عهد باستان. شکی نیست که دستاوردهای علمی جدید بسیار شگفت‌انگیزند، ولی آیا ما می توانیم با داشتن سفاین فضایی، داروهای معجزه‌گر، راکتورهای اتمی و غیره، دستاوردهای پیشینیان را کم ارزش بدانیم؟ نخست باید دید آنها در برابر مشکلات و موانع چه عکس العملی از خود نشان می دادند. مردمان اعصار گذشته نیز چون ما مشکلاتی بر سر راه داشتند و بعضی مواقع درست به همان طریق که ما امروز در راه حل آنها اقدام می کنیم اقدام می کرده اند. برای مثال رومی های باستان مانند ما در ساعات پر رفت و آمد روز بعضی از خیابان‌ها را یک طرفه می کردند. در شهر بمبئی پلیس راهنمایی با علامت دادن به وسیله دست و بازو حرکت وسایل نقلیه و آبرین را کنترل می کرده و یا 2500 سال پیش در بابل از علایم راهنمایی خاصی در خیابان‌ها استفاده و یا اسامی عجیبی برای خیابان‌های خود انتخاب می‌کردند. مثلا خیابانی که انشالله هیچ دشمنی روی آن قدم نزند. در شهر نینوا پایتخت آشور علایم توقف ممنوع با این عنوان: جاده سلطنتی، نگذارید کسی در آن سد معبر کند، وجود داشت. و جالب اینجاست که بیشتر قوانین راهنمایی آنان بسیار مؤثرتر از قوانین امروزی ما بوده است. مثلا اگر صاحب عرابه‌ای خلاف جهت پارک می‌نمود، به جای دریافت قبض جریمه حکم اعدام دریافت می‌کرد. در شهر باستانی آتویک، پایتخت باستانی سوریه که اولین شهر تاریخی است، از روشنایی در معابر استفاده می‌نمودند. آستک‌ها نیز یک نوار قرمز رنگ ثابت در وسط راه‌های خود کشیده و آن را به دو بخش مجزا برای عبور و مرور متقابل تقسیم می‌کردند که ما نیز امروز خیابان‌ها و شاهراه‌های خود را به همان روش خط‌کشی می‌کنیم. هیرون که یک مهندس اهل اسکندریه بود، دست به اختراع موتور بخاری زد که اصول موتورهای توربین و جت امروز را در ذهن تداعی می‌کند. اگر آتش زدن‌های مکرر کتابخانه اسکندریه رخ نداده بود، امکان حرکت عرابه‌های بخار در خیابان‌های آنجا وجود داشت، زیرا حداقل این ثابت شده است که هیرون سرعت سنجی را اختراع کرده بود که مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه را ثبت می‌کرد. حفاری‌های انجام شده موهنجودارو، هاراپا و کالیبنا در پاکستان و هندوستان این حقیقت شگفت‌انگیز را روشن ساخت که یک سیستم برنامه‌ریزی و طراحی شهری در 4500 سال قبل در این مناطق وجود داشته است. خیابان‌های این شهرهای باستانی مستقیم و تقاطع آنها قائم بوده و یک سیستم منبع آب بهداشتی و سیستم فاضلاب پیشرفته در آنجا کشف شده است. آجرهای به کار رفته در ساختمانها در کوره پخته می شد و به دلیل استحکام و دوام این نوع آجرها، انگلیسی ها از آنها برای زیرسازی بستر ریلگذاری خط آهن کراچی لاهور استفاده کردند که اکنون بیش از 100 سال است در زیر فشار سنگین قطارها دوام آورده است. موضوع جالب توجه این که امروزه نیز در منطقه موهنجودارو آجرها را بر طبق همان نمونه‌های باستانی می‌سازند و این امر نشان می‌دهد که در گذشته‌های بسیار دور تکنولوژی به طور غیر منتظره‌ای در هندوستان به اوج خود رسیده بود، ولی بنا به دلایلی از پیشرفت باز ماند و سیر قهقرایی طی نمود و هندی ها از آن زمان تا کنون از الگوهای تکنیک های کهن تقلید می کنند. سیستم حرارت مرکزی در اواخر قرن 17 توسط بانه مین اختراع و به وسیله دو دویر تکمیل گردید
در صورتی که 4000 سال قبل از این اختراع ثروتمندان خانه های خود را با عبور دادن هوای گرم از مجاری زیرین کف اتاقها گرم می نمودن، مردم روم باستان نیز از روش مشابهی برای گرم کردن منازل خود استفاده می کردن. در طول قرون وسطا مردم این گونه ابداعات را به دست فراموشی سپردند و مدت‌های مدید در زمستان‌ها از سرما می‌لرزیدند. در خرابه‌های شهر ماقبل تاریخی کاتال هویک در کشور ترکیه فعلی که بیش از 8500 سال قدمت دارد، تکه‌های فرش پیدا شده که از نظر جنس و کیفیت عالی و قابل مقایسه با زیباترین فرش‌های بافت امروز دنیا است. سر زیبای مجسمه شایعات ملکه سومری‌ها که در موزه بریتانیا در معرض تماشای عموم قرار دارد نشان می‌دهد که ظاهر مردم گذشته‌های بسیار دور نیز شبیه ما بوده است. ملکه زیبا و جوان از یک کلاهگیس و گوشواره‌ها و گردنبندی نظیر نمونه‌های فعلی جدید استفاده نموده. این بانوی دمدمی مزاج که در اثر خودکشی جان باخته در 4900 سال پیش میزیسته است، یعنی 2150 سال قبل از پایه‌گذاری شهر روم و 2000 سال قبل از اینکه حضرت موسی ده فرمان را بنویسد. بنا به بعضی دلایل سندگران و جواهرسازان و معماران دوران اولیه مصر باستان نسبت به دوره‌های بعدی از مهارت بیشتری برخوردار بودند. انگشتری‌ها، گردنبندها، گوشواره‌ها، تراش، الماس‌ها و تاج‌ها، سلسله‌های پنجم تا دوازدهم فرعونه مصر که در موزه‌های شهر قاهره و متروپولیتن نیویورک به معرض تماشا گذاشته شده، به مراتب از نظر ظرافت، مهارت و زیبایی از انواع مشابه متعلق به سلسله‌های بعدی برتر می‌باشند. در میان اهرام نیز آنها که قدیمی‌ترند از نظر مهارت در ساخت از اهرام بعدی عالی‌ترند. سیر نزولی منحنی دانش به طور مشخصی از 1600 سال قبل از میلاد آغاز می شود. عجیب است که لوازم و جواهرات یافت شده در لایه‌های پایین‌تر شهرهای باستانی موهنجودارو از نظر کیفیت برتر از اجناسی یافت شده در لایه‌های بالایی است. کانال سوئز که مدتی به دلایل سیاسی به روی کشتی‌ها بسته شده بود نیز پدیده جدیدی در معماری به شمار نمی‌رود. عملیات ساختمانی آن در زمان حکومت فرعون نخو آغاز شد و بعد از مرگ وی توسط امپراتور ایران داریوش کبیر تکمیل گردید، ولی در طول چندین قرن شهرهای عربستان آن را پر نمود تا اینکه در قرن میلادی اعراب برای ناوبری خود اقدام به لایروبی آن نمودند، ولی باز هم به دلیل عدم رسیدگی و نگهداری پر شد و تردد کشتی‌ها بین مدیترانه و دریای سرخ تا سال 1869 قطع گردید. کتاب تاریخ دریانوردی نیز مانند ماجرای کانال سوئز صفحات جالب فراوانی دارد. دریانوردان ایتالیایی امروزه حتما ایده‌های اشرافی خود را از ناوبری‌های روم باستان به ارث برده‌اند. دو کشتی روم باستان که از کف دریاچه نمی در ایتالیا پیدا شد بین سالهای 1927 تا 1932 تعمیر شد و به شکل اول در آمد. این کشتی های بزرگ، عریض و دارای 4 طبقه پاروزنی بودند. وسایل خورد و خوراک و استراحت برای 120 سرنشین و سایر کارکنان کشتی ها تامین گردیده بود. هر کدام دارای 30 اتاق و هر اتاق دارای 4 تخت خواب دیواری بود. به اضافه سالن‌های غذاخوری و مکان‌های تفریح عمومی نیز در نظر گرفته شده بود. کشتی‌ها بسیار عالی تزئین شده بودند. کف سالن‌ها و راهروها پوشیده از موزاییک با نقش‌هایی از حماسی ایلیاد بود. دیوارها نیز با چوب خوش رنگ سرو روکش شده بودند
و نقاشی های زیبایی در لوژ و کتابخانه کشتی وجود داشت. یک ساعت آفتابی در روی عرشه زمان را نشان می‌داد و از ظواهر امر پیداست که اکستر کوچکی هم مسافرین را سرگرم می‌کرد. یک رستوران بزرگ و یک آشپزخانه نیز در قسمت انتهای کشتی ها وجود داشت. تزئینات عالی سالن غذاخوری نشان می‌دهد که مسافران می‌بایست از نان تنوری و از انواع غذاهای لذیذ در طول سفر استفاده کرده باشند. تعدادی از یافته‌های داخل کشتی مایه تعجب است. تعدادی دیگ مسی آب گرم مورد نیاز حمام را تأمین می‌کردند و سیستم لوله کشی داخلی آن نیز کاملا مدرن بود. همینطور وجود لوله‌های برنزی و شیرهای حمام و دستشویی‌ها قابل تعمق است، به طوری که قرن‌ها بعد کریستوف کولوم و ماژلان آنگونه کشتی‌ها را حتی در رویا نیز نمی‌توانستند ببینند. مسلم است که رومی‌های عهد باستان که در این قبیل کشتی‌های باشکوه در پهنه آب‌های دریای مدیترانه گشت می‌زدند، چقدر از زندگی لذت می‌بردند. اما سرنوشت این دو کشتی عجیب بود. آنها توسط کارتاژ‌های عهد باستان منهدم نشدند، بلکه در اواخر جنگ جهانی دوم هواپیماهای آلمان نازی آنها را بمباران نمودند. معلوم می شود ظاهر آنها خلبان با تجربه را نیز دچار خطا نموده و فکر کرده بوده که بر فراز کرجی‌های در حال ساختی پرواز می کند که ممکن است در جنگ علیه آنها به کار گرفته شود. طبق وقایع نگاری چینی ها، فاهاین شاگرد و مرید بودا در حدود سال 400 میلادی از هندوستان به چین مراجعت نموده، ولی مستقیما از سیلان با کشتی به سوی جاوه و بعد از طریق دریای چین به شمال چین رفته است. کشتی او که حامل 200 مسافر و خدمه بوده از کشتی واسکوداگاما در 1000 سال بعد از او که اقیانوس هند را طی نموده نیز بزرگتر بوده است. مدارکی که فوسنگ نامیده می شود و بخشی از سالنامه امپراتوری چین در 499 میلادی می باشد، یک روحانی بودایی به نام هویشین ماجرای مسافرت خود را به سرزمین های دور قید نموده است. این سرزمین که روحانی چینی بعد از طی اقیانوس کبیر بدان قدم نهاده است، تصور می شود که آمریکای مرکزی باشد. در واقع باید اشاره نماییم که در طول قرن گذشته یک کشتی بادبانی دزدان دریایی توانست از سواحل چین حرکت کرده و خود را به سواحل کالیفرنیا برساند که در جزیره کاتالینا در نزدیکی لس آنجلس به معرض نمایش گذاشته شد. در سال 1815 نیز یک کشتی بادبانی ژاپنی که با مدت 17 ماه در روی آبها سرگردان بود در نزدیکی تاتا باربارای کالیفرنیا پیدا شد و یکی از ملاحان آن به طور معجزه آسای نجات یافت. به هر حال داستان هویشین می تواند درست باشد. دیوار عظیم چین طولانی ترین دیواری است که روی زمین ساخته شده است. این دیوار ظرف 37 سال توسط 3 میلیون کارگر در حدود 22 قرن پیش ساخته شده. طول آن 2414 کیلومتر و بلندی آن از زمین بین 6 تا 15 متر است و پهنای آن آنقدر زیاد است که دو ماشین به راحتی می توانند از کنار هم رد بشوند. در سال 3100 قبل از میلاد منسفرعون مصر پروژه عظیمی را پیاده نمود و مسیر رودخانه عظیم نیل را تغییر داد تا بتواند پایتخت خود منفیس را بنا نهد. تا کنون هیچ ملتی دست به چنین پروژه عظیمی نزده است. درست است که وجود توالت های سرامیکی نشانه تمدن نمیتواند باشد، ولی حاکی از وجود تکنولوژی پیشرفته و بهداشتی است. اما تا 200 سال پیش هیچ گونه اثری از آنها دیده نمی شود. در صورتی که در حدود 4000 سال قبل توالت‌های سرامیکی با سیستم فاضلاب سنگی مدرن در شهر ناسوس جزیره کرت یک امر عادی بود.
اتاقها و سالن‌های کاخ مینوس با جریان هوا از طریق مجاری مخصوص تهویه می‌شده است. این کاخ با داشتن سیستم تهویه مطبوع، حمام‌های عالی با آب گرم دایم و توالت‌های سرامیکی تمیز و بهداشتی نه تنها عالی و مدرن بود، بلکه به بزرگی کاخ باکینگهام انگلستان بوده است. لوله‌های مخصوص آب سرد و گرم در حمام‌های کاشی‌کاری شده در شهر چنچن پایتخت امپراتوری چیمو در آمریکای جنوبی پیدا شده که بین قرون 11 تا 15 در اوج شکوفایی بوده است. از این گونه دستاوردهای مدرن در اروپای دوران ریچارد کویوردولیون یا ژان دارک خبری نبود. کتاب‌های خطی باستانی هندوستان حاوی مطالبی درباره انجام اقدامات علمی در سطح بالا توسط مردمان اولیه سرزمین گنگ می باشد. وقتی از هوش و مهارت هنرمندان و صنعتگران مشرق زمین با خبر می شویم، این امر از حالت افسانه بودن خارج می گردد. نقاشی های موجود در قاره آجانتا در نزدیک بمبئی مورد تحسین بازدید کنندگان خارجی و نیز خود هندی هاست. مقالات زیادی درباره زیبایی این نقاشی های هنری نوشته شده، ولی کمتر در مورد هنرمندان خلاق این آثار روی دیوار غارها به رشته تحریر در آمده است. در سردابه این متعلق به قرن ششم یک نقاشی وجود دارد که تعدادی زن را نشان می دهد که در حال حمل هدایا می باشند. وقتی چراغ برق روشن می شود، آن نقاشی روی دیوار دو بعدی به نظر می رسد و فاقد عمق می باشد، ولی زمانی که راهنماهای سیاحان چراغ را خاموش می کنند و نور کم می گردد، بعد از لحظاتی که چشم به تاریکی عادت می کند، اندک اندک نقاشی سه بعدی به نظر می رسد و انگار زنان را به صورت برجسته از مرمر تراشیده و روی نقاشی نصب کردن. این اثر هنری برجسته باستانی با استفاده از نوعی رنگ شب نما کشیده شده است که اسرار آن برای همیشه از بین رفته است. در یک معبد متعلق به قرن 12 شهر هیلبیدی ایالت مایسور هندوستان تعدادی ستون از سنگ صابون نما وجود دارد. روی یکی از این ستون‌ها با سطح زبر باریکه‌های صاف و صیقلی شده به چشم می‌خورد. وقتی کسی در مقابل یکی از این سطوح صیقلی آینه مانند می‌ایستد، عکس خود را دوتا می‌بیند. اما عجیب‌تر اینجاست که یکی از عکس‌ها وارونه است. صنعتگر سازنده آن ستون‌ها حتماً از علم عدسی‌ها و آینه‌ها مطلع بوده است که چنین اثر خارق‌العاده‌ای را به وجود آورده است. در شهر احمدآباد گجرات دو مناره متعلق به قرن 11 وجود دارد که در ایوان مقابل روی یکی کتیبه‌ها این جمله مختصر را حک کرده‌اند: منار جنبان، اسرار نامعلوم. ارتفاع مناره ها 23 متر و فاصله بین آنها 8 متر است و وقتی تعدادی بازدید کننده به بالای یکی از این مناره ها می روند، راهنمای توریست ها از دومی بالا می رود و شروع به تکان دادن آن می نماید و همزمان با آن این مناره نیز شروع به جنبیدن می کند. این ابر نشان می دهد که ریشه های علم در عمق تاریخ نهفته است. ابریشمی که از 2640 سال قبل از میلاد در کشور چین تولید می‌شد، در قرن اول میلادی به روم باستان صادر می‌شده است. به دلیل بعد مسافت و خطرات بین راه، آن را به قیمت‌های نجومی می‌فروختند. یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان برج فانوس دریایی اسکندریه بود که 135 متر ارتفاع داشت و از مرمر سفید ساخته شده بود. این فانوس دریایی دارای آینه‌ای بود که شبها نور را به فاصله‌ای تا 400 کیلومتر می‌فرستاد. در روز از نور آفتاب استفاده می‌کردند و در شب از شعله آتش. آن برج
از سال 250 قبل از میلاد تا 1326 میلادی برپا بود تا اینکه در اثر زلزله مهیبی ویران شد و از بین رفت. دستاوردهای مردم اهل باستان توسط مردمان قرنهای بعد کم اثر نشد، اما نتوانستند نظایر آنها را درست نمایند، به ویژه قرون وسطا که از نظر علمی و فرهنگی سیر قهقرایی را طی کردند، تازه از حدود 300 سال گذشته مجددا شروع به صعود نموده‌اند.